سلام، ازم هستم، مربی یوگا، و امروز جلسه سومه که در مورد استرس و پیامدهاش میخوایم با هم دیگه صحبت بکنیم. بحث امروزمون در مورد احساسات و بیان احساساته. اگر یادمون بیاد زمانی که بچه بودیم، تو زمان کودکی خیلی راحت ما احساساتمون رو نشون میدادیم. یعنی زمانهایی که ترس داشتیم، زمانهایی که عصبانی بودیم، زمانهایی که خوشحال بودیم، به راحتی احساساتمون رو بیان میکردیم، احساساتمون رو نشون میدادیم. اما به مرور زمان، همینطور که رفته رفته بزرگ و بزرگتر شدیم، به خاطر آموزش‌های اطرافیان، به خاطر فضا و محیطی که توش رشد کردیم، یاد گرفتیم که کم کم احساساتمون رو کمتر نشون بدیم یا خیلی وقتا سرکوبشون بکنیم. مثلا وقتی که یکم سنمون رفت بالاتر، بهمون گفتن که تو دیگه بزرگ شدی، نباید بترسی. تو دیگه بزرگ شدی، نباید مثلا بلند حرف بزنی، نباید خشمتو نشون بدی. یا جمله معروفی که خیلی وقتا به پسر بچه ها گفته میشه، مرد که گریه نمی کنه. و همین صحبت ها و آموزه هایی که از طریق اطرافیان به ما رسیده باعث شده که ما احساساتمون رو دیگه بیان نکنیم و در واقع احساساتمون رو به رسمیت نشناسیم. و همین سرکوب کردن، همین بی‌اعتنایی کردن، بی‌توجهی کردن به این احساسات باعث میشه که خیلی جاها ما میزان استرس بسیار بالایی رو تجربه بکنیم. بذاریم براتون یه مثال بزنم. مثلا تو توی محیط کارت، یه کارمندی، یه همکاری، یه فردی، یه رفتار ناخوشایندی باهات نشون میده. تو دوستش نداری، اون حرکت رو برات خوشایند نبوده و باعث ناراحتیت شده، باعث عصبانیتت شده، میزان خشمتو برده بالا. یک بار از روش میگذری، دفعه دوم دوباره تکرار میشه و همین تکرار و تکرار باعث میشه که میزان خشمتو هی روز به روز بره بالاتر. اما از اونجایی که همیشه بهت گفته شده که خشمتو نباید نشون بدی، تو آدم خوبی هستی، تو باید همیشه خوب باشی و بهترین باشی، خودت رو همیشه اون آدم خوبه نشون دادی. و حالا من نمیگم قرار نیست که ما با هم دیگه در واقع به این سمت بریم که خشممون رو یک دفعه بخوایم بریم نشون بدیم، اون هم تمرینای خاص خودش رو داره، اما میخوایم ازش آگاه بشیم که خیلی وقتا ما این احساساتمون رو سرکوب میکنیم، یا جایی که ترس داریم سرکوبش میکنیم و بی‌اعتنایی میکنیم بهش، از روش عبور میکنیم و همین باعث میشه که به مرور زمان استرس زیادی رو در بدنمون تجربه بکنیم. همونطور که جلسه پیش صحبت کردیم و یک کوچولو متوجه شدیم چه انقباضاتی ممکنه در بدنمون ایجاد بشه، حالا امروز میخوایم ببینیم که این احساسات با ما چه میکنن. بیاید با هم دیگه تمرین کنیم. توی یک مکان مناسب قرار بگیر با پشت صاف و کشیده و یا دراز بکش. به محیط اطرافت آگاه باش. خودت رو در فضای اون اتاقی که هستی یا محیط بیرون، هر جایی که هستی، خودت رو توی اون فضا پیدا کن و بعد آروم یک دم بگیر و چشمات رو ببند. توجهت رو بیار به بدنت. آگاه باش از محل تماس بدنت با جایی که درش قرار گرفتی. به پاهات آگاه باش. به دستهات توجه کن. به راستای ستون فقراتت آگاه باش. توجه کن به گردن و سر و صورتت و آگاهیت رو بیار به نفسات و همراه باش با دم و بازدمت. حالا تو این لحظه ازت میخوام که توجه کنی به احساساتی که ممکنه در پس پرده آگاهیت باشه. توجه کن به خشمی که ممکنه در این لحظه در بدنت احساس کنی. ممکنه که غم زیادی رو در وجودت پیدا کنی و اونها رو به شکل یک مثلا بغض پیداش کنی تو ناحیه گلوت. ممکنه که در درونت احساس کنی که
پر از گریه هستی. این احساسات ممکنه الان کمی اذیتت کنن، ولی اشکالی نداره، باهاشون باش، پیداشون کن. ما باید یاد بگیریم که احساساتمون رو به رسمیت بشناسیم. باید یاد بگیریم زمانی که بغضی توی گلومون احساس میکنیم یا حرفای نگفته‌ای داریم، راه حلی براش پیدا کنیم تا بتونیم اینها رو خالی کنیم. پس ازشون فرار نکن. هرچی که هست نگاهش کن. و همزمان توجهت رو روی نفسات هم نگه دار. ممکنه نفسات خیلی سطحی و یا خیلی عمیق باشه. ممکنه خیلی تونتون نفس بکشی و یا آروم. تغییری درش ایجاد نکن و فقط و فقط نگاهش کن و با خودت مهربون باش. به یادت بیار که تو یک انسانی و یک انسان تا زمانی که توی این کره خاکی هست احساسات متفاوتی رو تجربه میکنه. احساسات مثل ابرای توی آسمونن، میان و میرن. همه ما آدم ها خشم رو تجربه میکنیم. همه ما آدم ها ترس رو تجربه میکنیم. همه ما آدم ها غم و شادی رو تجربه میکنیم. پس به خاطر برچسب هایی که شاید از دوران کودکی بهت زده شده، دختر خوبی باش، پسر خوبی باش. پسر خوب که گریه نمیکنه، دختر خوب که داد نمیزنه. این برچسبا رو از خودت دور کن و بپذیر که میتونی توی لحظات مختلف احساسات مختلفی رو تجربه بکنی. ما زمانی که احساساتمون رو به رسمیت میشناسیم، بهشون بی‌توجهی و بی‌اعتنایی نمی کنیم، سرکوبشون نمی کنیم، خودش راهی برای ما باز میکنه تا بتونیم شاید جایی که لازم داریم کمک بگیریم. زمانی که من متوجه میشم که یه جایی قراره و نیازه که من حرفمو بتونم بزنم، به خاطر اینکه خشم دارم شاید از فردی، وقتی این رو بشناسم و در درون خودم پیداش بکنم، میرم کمک میگیرم. میرم با یک مشاور و یا یک فرد دانا و آگاه صحبت میکنم و راهکار پیدا میکنم که چطور بتونم اون خشمم رو بدون اینکه به خودم آسیب بزنم و یا به فرد مقابل از خودم دور کنم و حرفم رو بزنم. در واقع خودم رو تخلیه بکنم. حالا میخوام که با خودت مهربون تر باشی. دوباره به بدن توجه کن. اگر همچنان گرفتگی توی ناحیه گلوت داری، از تکنیک جلسه پیش استفاده کن. با دم و باز دمت این انقباض رو رها کن. حتی اگر احساس میکنی الان نیاز داری گریه کنی، این کار رو انجام بده. جلوش رو نگیر. جلوی احساساتت رو نگیر. اگر قرار شادی بکنی، شادیت رو نشون بده. به قول معروف خودت رو همیشه تنس نکن. اون وقت میبینی که میتونی رهاتر باشی، میتونی آرومتر باشی و استرس رو از خودت دور کنی. حالا یک دم و بازدم عمیق انجام بده. یک لبخند بزن و آگاهی و توجهت رو دوباره برگردون به محیط اطرافت. دم بگیر و آروم چشمات رو باز کن.
امروز در مورد بیان احساساتمون صحبت کردیم. پیشنهادی که برات دارم و تکنیکی که میخوام بهت بدم اینه که هر روز یه دفتر، یه کاغذ، یک قلم برای خودت داشته باش و احساساتی رو که در طول روز تجربه میکنی رو بنویس. هر احساسی که هست از روش به راحتی عبور نکن، بی‌اعتنایی نکن، سرکوبش نکن. اگر خشمی رو تجربه کردی بنویس، اگر ترسی رو تجربه کردی بنویس. قرار نیست تحلیلش بکنی که این ترس از کجا میاد یا این خشم از کجا میاد، نه، فقط بنویسش، به رسمیت بشناس، به خودت لبخند بزن و بگو من یک انسانم و میتونم همه این احساسات رو تجربه بکنم و لزومی نداره به خاطرش خودم رو سرزنش بکنم. من میتونم گاهی عصبانی باشم. من میتونم گاهی بترسم. من میتونم گاهی خیلی شاد باشم و حق دارم که بتونم این احساساتم رو بیان کنم و نشون بدم. وقتی که این کار رو انجام بدی متوجه میشی که شاید یه جایی نیاز داشته باشی که از یک متخصص کمک بگیری تا راهکارش رو بهت نشون بده. چون خیلی وقتا ما خشممون رو کتمان میکنیم، نگهش میداریم، تو درونمون میریزیم از ترس این که مبادا بخوایم به کسی آسیب بزنیم. که خب این قشنگه، ما قرار نیست به کسی آسیب بزنیم. ولی وقتی با یه متخصص صحبت بکنیم قطعا میتونه بهمون کمک بکنه که چطور احساسمون رو بیان کنیم بدون اینکه هم به خودمون آسیب بزنیم و هم به یک فرد دیگه. ممنون که همراه هم بودی. مرسی که برای خودت وقت گذاشتی. تو جلسه آینده بیشتر در مورد استرس صحبت میکنیم. شاد باشی. نمسته.